سلام من مسیح این شدم این هفته میخوایم بهتر کنیم چون ورزشکاران ایرانی قهرمانان المپیک هم با ما همراه شدن تا بگن جمهوری اسلامی پر تا دیروز زنان میگفتن هجاب پر نه جان من شما زنان ایرانی رو تهدید به اسید پاشی کردین فکر کردید همه کوتا میان تک تک معترضان به حجاب اجباری رو انداختید تو زندان حتی وکیلشون هم انداختید تو زندان حتی مادرانشون انداختین تو زندان برادر منم انداختید تو زندان این آقا رو انداختید به جون من که اسید میپاشم به صورت ساکت باش فکر کردید ما ساکت میشیم خانم مسیح علی نجات به زودی زود صورت رو با اسید میسوزونیم. تا تو باش دیگه زنان ایرانی رو بیفت نکنی نخیر ما اینجاییم که به شما بگیم بچرخ تا بچرخیم و بعدم بهتون ثابت کنیم بزرگترین دشمن خانواده کیه؟ به خانواده ها باید برسید همسر شما نیاز به حضور شما داره معترضان رو به جرم یه اعتراض ساده انداختن زندان و بعد هم محکومشون کردن به اعدام و بعد هم کل خانواده رو همراه با بچه هاشون دارن دار میزنن دارن خودکشی میدن دارن زجر کششون میکنن تو این قسمت تبلت میخوام قصه پدرها و مادرها و خانواده های دیگر رو براتون بگم که مثل پدر امیر حسین کم آوردن این پدر امیر حسین بود که تو اینستاگرامش نوشته من کم آوردم و کم آورد امیر حسین کی بود دانشجو رشته کامپیوتر تو اعتراضات آبان 98 دستگیرش کردن بدون حضور وکیل مستقل محاکمش کردن بازجویش کردن شکنجش کردن ازش اعتراف گرفتن تو تلویزیون پخش کردن اجباری و بعد هم حکم اعدام یعنی مثل آب خوردن یعنی دیگه چه بلایی باید سر بچه شما بیارن اونم بچه‌ای که مریضه تا شما کم نیاری. پدر امیر حسین تو اینستاگرامش نوشته بود هشدار داده بود که دارم کم میارم و کم آورد خودش رو دار زد تا اینکه شاهد دار زدن بچهش توسط حکومت نباشه بعدشم وقتی پدر امیر حسین خودکشی کرد و امیر حسین مرخصی هم ندادن تا بیا توی مراسم خاکسپاری پدرش حاضر بشه بعدی دو سال پیش هم خانواده یک زندانی دیگه محکوم به اعدام بود رامین حسین پناهی خواهرزادهش خودش رو دار زد تا شاهد دار زدن داییش نباشه این دایی و خواهرزاده مثل خیلی از دایی و دیگه با هم صمیمی بودن کجای کره زمین شما سراغ دارین بلایی سر خانواده زندانی برن که خانواده زندانی خودش رو بکشه بعدی سال 88 هم وقتی زدن بچه های مردم رو کشتن بلایی سر خانواده ها آوردن که بعضی از پدرها و مادرها دخ کنن سعی برن به پسران و دخترانشون بپیوندن خرداد 88 اشت. یادتونه دیگه احتمالاً سی خرداد راهپیمایی ساکت آروم مسالمت آمیز مسعود هاشم زدم توی این راهپیمایی بود 27 سالش بود اهل موسیقی عاشق زندگی ولی رفت تو خیابون برای اعتراض ساده اما چون خامنه‌ای گفته بود نیاین تو خیابون اعتراض نکنین هر کی بیاد مسئولیت خونایی که بریزه با خودشه چه بخواهند چه نخواهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهاین چون آقا گفته بود میکشیم مسعود هاشمزاده رو کشتن برادر مسعود رو هم بازداشت کردن که چرا میری دنبال کارهای مسعود و هر روزم تو تلویزیون گفتن مسعود اختشاشگر بود بیایید دیه بگیرید خلاص دنبال کارش نیایید انقدر اینا رو گفتن تا پدرش دخ کرد پیشنهاد دیه به ما دادن ما ازشون پول نمیخوایم ما باید قاتل ببینیم ببینید برای چی گناهی پسر ما کشته گناه این جوان چی بود کشته شدن ما همین همین آقای هاشم زاده وقتی تو خونه بستری بود همین که هم گوش داده بود دیگه اصلا خیلی بیماری شدیدتر شده بود. پدر مسعود تنها کسی نبود که سال 88 به خاطر فشارهای روحی و روانی به کل خانواده جونش رو از دست داد رامین رمضانی رو هم نمیتونم یادتونه یا نه 27 سالش بود همین بلا سرش رو برن. تو اعتراضات میلیونه 25 خورداد کشتنش مادر و پدر رامین به همراه بقیه مادر و پدرها رفت بودن بهشت زهرا ازاداری کنن رو قبر بچهشون دراز کشیدن گریه کنن ولی پلیس چیکار کرد با باتوم و گاز و افتاد به جون خانواده ها پدر رامین رو انداخت تو زندان مادر رامین بارها دچار حمله های قلبی میشه و سراخر دق میکنه بعدش میگن ما بنیان خانواده حالا براتون میگم وقتی یکی رو زندانی میکنن چه بلای سر خانواده های زندانی میارن محسن قشقاوی زندانی سیاسی بود سال 88 روز ملاقات محسن منتظر مادرش تو با میمونه چشمش به در خشک میشه مادرش تو راه خونه به زندان ناپدید میشه یعنی نمیره ملاقات همه میگن کجاست یه روز دو روز سه روز همه جا دنبالش میگردن میشه چهل روز من یک هفته اتصاب غذا بودم دیگه باز بعد از یک هفته بازم هیچ اتفاقی نمیفته اصلا انگار نه انگار انگار مثلا یه جاسویچی گم شده که نامه دادم به رئیس اندرزگاه 350 گفتم که از تاریخ فلان در اعتراض به اینکه شما هیچ عکسی نداری در مقابله که مادر من گم شده به خود من هم با احتساب زمان حالا حبسم که چیزی هم باقی نمونده به من یه مرخصی نمیدی دو سه روز من برم بگردم اینو پیداش کنم اونایی که چهل سال تو مخ ما کردن که بهش زیر پای مادرانه بعد از چهل روز مادر محسن قشقابی رو پیدا کردن ولی جسدش رو تو راه ملاقات با پسرش تصادف میکنه میگن تصادف کرد و تموم مادر محسن قشقابی هم تنها کسی نبود که تو راه ملاقات با پسرش تصادف میکنه و جونش از دست میده پیمان عارفی یه زندانی سیاسی دیگه اول بهش حکم اعدام داده بودن و بعد تو دادگاه تجدید نظر گفتن 15 سال زندان بعدم تبعیدش کردن کجا مسجد سلیمان مادرش ناهید و همسرش زیبا از تهران تا اندیمشک راه درازی رو باید هر بار برن فقط برای چند ثانیه ملاقات تو یکی از این روزا تو جاده تصادف میکنن هر کشته میشن تو جاده مادری که نگران بچهش بود برق میره یعنی سه چهار ساعت درق ندارن دیگه تو اون لحنه گرما بند خیلی اصلا خیلی هواش ناجوره یعنی پنجو پنجو پنج پنج درجه پیمان میگه که یرما داره فقط یه لحظه تصور کنین زندانی که هنوز از سالن ملاقات به سلولش برنگشته بهش زنگ میزنن میگن مادرت به همسرت تو جاده کشته شدن چقدرم از آبا وجدان بهش تحمیل کردن که خودت تحصیل داشتی و بعد کاری میکنن که پیمان آرزوی مرگ میکنه کاش که سال من اعدام میشدم خیلی بهتر بود الان این همه اتفاقا نمیافتاد من لیاقت مردنم نداشتم میدونی جمهوری اسلامی چقدر عذاب وجدان به تک تک زندانیا تحمیل میکنه که بگه تقصیر شماست اگه پدران و مادرانتون به خاطر فشار خودکشی میکنن یا تصادف میکنن یا اصلا دق میکنن باور میکنید این براتون آشنا نیست تقصیر شماست یعنی تقصیر جمهوری اسلامی نیست ایناش مهناز محمدی فیلمساز معروف مریم شفیپور، فعال مدنی شناخته شده که هر دوشون تو سال 88 بازداشت شده بودن تو زندان به دروغ باز میرن بالا سرشون بهشون میگن یعنی به یکشون میگن پدرت مرد از دست تو دخ کرد به یکی دیگه هم میگن مادرت مرد از دست تو دخ کرد این سناریو براتون آشنا نیست این روزا سناریوی بازجوهاست که پدر مادر رو دق میدن بعد میگن تقصیر خودتونه مثل شهرام احمدی یه زندانی سیاسی کرد دیگه که به او هم توی زندان از وجدان دادن چرا چون خانواده‌اش باید هر بار از سنندج میمدن تهران ملاقاتش و در یکی از این روزا تو راه ملاقات خواهرش و مادرش تصادف میکنن خواهرش ضربه مغزی میشه و مادرش چنان آسیبی میبینه که دیگه هیچ وقت نمیتونه بره ملاقات شهرام تا اینکه شهرام اعدام میشه تازه اعدامم که کردن اصلا به مادرش خبر ندادن تا تلفنی باهاش خدافیزی بکنه هر نو و بیدم و عملیت نیه دستم نیه نیه اینطوری خانواده ها رو همراه با زندانی ها کش میکنن و بعد تو تلویزیون دم از تبلیغ کرامت خانواده میزنن که به خانواده ها برسید به خانواده ها باید برسید همسر شما نیاز به حضور شما داره در راستای رسیدگی به خانواده ها نوید افکاری کشتیگیر ایرانی رو دار زدن خانوادش نه تنها اجازه ملاقات آخر نداشتن بلکه این روزها نگرانند چرا؟ چون دو تا برادر نوید یعنی حبیب و وحید تو انفرادی هن. تو تا مادر نوید رسما زش بشه حالا شما به من بگید این هنرمندای گوگلی رو ببینید که در دفاع از یک فوتبالیست ایرانی اینطوری چالش شکلک را انداختن تو صفحاتشون کلا نمیصرفه که از نوید دفاع بکنن نویدی که الان تمام دنیا صداشه